درود بر همه بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه زرتشت. آرتمیس اهورا هستم و این برنامه کاری است از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی و همونجوری که احتمالاً بسیاری از شما تا کنون این برنامه رو دنبال کردین میدونین که به اون چیزهایی میپردازه که درباره هویت ایرانی، تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین حوزه بزرگ فرهنگ و تمدن ایران مربوط میشه. در برنامه امروز به خاطر اتفاق تلخی که همه شما هممیهنان و همزبانان چه در ایران چه در بیرون ایران در جریان قرار گرفتید، یعنی خودسوزی خانم سحر خدایاری، این دختر جوان علاقمند به فوتبال، اتفاق افتاد و تأثیر بسیار بسیار مهم و بزرگی که در سطح بین المللی گذاشت. شاید از هزاران مقاله، از هزاران برنامه، از هزاران نوشته و سخنرانی تأثیرش خیلی بیشتر بود و بهتر تونست ماهیت ستمی که داره بر دختران و زنان ایران میره در حال حاضر و نابرابری هایی که در جامعه اسلامی، البته در همه جوامع اسلامی ولی خب در ایران بسیار بسیار شدیدتر و غلیظتر هم ممکنه اعمال بشه، داریم میبینیم و درباره‌اش گفتگو خواهیم کرد. من در گفتگوی این برنامه با مهمان گرامی برنامه خانم دکتر الیکا بقایی هستم که شما حتما خیلی از شما بینندگان دیدین ایشون رو و میشناسین و ما با هم جستارهای بسیار جالبی رو تا حالا به گفتگوی دو نفره نشستیم. درود بر شما خانم دکتر بقایی گرامی، یک خوش آمدی داشته باشید با هم میهنان تا جستار من هم درود میگم به شما آرتمیس نازنین و به همه بینندگان عزیز علاقمند و به ویژه بانوان عزیزی که امروز بیننده این برنامه خاص ما هستن. امیدوارم که بتونیم گفتگو خوبی امروز داشته باشیم. سپاسگزارم. من نخست میخوام از این مطلب آغاز کنم که در جامعه‌ای که در اون به همه داره یک جوری ستم میشه، یعنی به همه مردم ایران در هر گوشه گوشه ایران و مختص حتما نیستش به یک مذهب خاص یا به یک گروه زبانی یا قوم و دسته و گروه خاصی، ولی یک ستم کلی داره میشه، در همین جامعه به زنان داره یک ستم چند برابری میشه، از این نظر که چون بنیاد این جامعه بر مبنای اسلام، بنیاد این حکومت اسلامی در ایران، در جامعه ایران فعلا بر اساس موازین اسلام و قوانین اسلام و حاکمیت اسلام هست و اسلام خودش در نفس خودش بر مبنای تبعیض بنا شده، در نتیجه ما این تبعیض‌ها رو به نحو غیر قابل دست، یعنی ملموسی میبینیم، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، تبعیض بین زن و مرد و حتی تبعیض بین عرب و عجم که در نفس خود اسلام بود، یعنی عرب و غیر عرب و هر گونه تبعیضی که شما ممکنه در ذهنتون بیاد داره در جامعه ایران اعمال میشه و این بسیار بسیار به نظر مسخره میرسه که حتی در کشورهایی که اسمشون هم هست کشورهای اسلامی دارن یواش یواش آغاز میکنن به این که قوانینشون رو از روی قوانین اسلامی و شرعی کمی به سمت قوانین مدنی سوق بدن، مثلا در مصر، مثلا در خیلی از کشورهایی که مالزی یا در جاهایی که یک کمی دارن نوع به اصطلاح ملایمتر اسلام را از خودشون به نمایش میگذارن و حتی در عربستانی که تا کنون ما میدیدیم بسیار بسیار سختگیری های غیر قابل تصوری در مورد زنان و حضورشون در اجتماع میشد، میبینیم که حتی موتور سواری بانوان رو آزاد کردن و حداقل حتی اگر به صورت سطحی و ظاهری ولی دارن آغاز میکنن به اینکه خود شون رو وارد دنیای مدرن به اصطلاح بکنن و حداقل وانمود بکنن که ما کشورهای دادگری هستیم، عدالت اجتماعی داریم و داریم حقوق رو برابر میکنیم بین زنان و مردان. و در همچین کشورهایی که میبینیم یک همچین وضعی هست، برای ما بسیار بسیار خنده‌داره که ما میبینیم که در
جامعه ما از بسیاری از کشورهای اسلامی داره قوانین اسلامی شدیدتر، غلیظتر و بیشتر شبیه به دوران صدر اسلام پیاده میشه و میبینیم که حتی زنان حضورشون در همه عرصه‌های جدی اجتماع و سیاست بسیار بسیار محدود و کمرنگ. شما از زنان رو نمیتونید در ارتش ببینید، نمیتونید مثلا زنان رو در نیروی دریایی ببینید، در نیروی هوایی ببینید، نمیتونید در مسئولیت‌های بسیار مهم و استراتژیک ببینید، زنان رو نمیبینید در نقش ریاست جمهور یا در نقش‌های بسیار مهم تصمیم گیری ها گذاشته بشن و اگر گذاشته میشن به عنوان معاون یک نفر دیگه و اونم خیلی آبکی و همونجوری که همه میدونین به صورت مترسکوار یک لولوی سرخرمن رو جای میذارن که بگن ما زنانمون در اجتماع حضور دارن، در حالی که چنین چیزی نیست و حتی از کوچکترین سرگرمی هایی که زنان میتونن در یک جامعه داشته باشن مثل دوچرخه سواری یا موتور سواری یا همین حضور در ورزشگاه که ارزان ترین و ساده ترین روش سرگرمی میتونه برای بیشتر قسمت ها، بیشتر بخش های جامعه و جوانانمون باشه جلوگیری میکنن و میبینید که زنان مجبور میشن یا به صورت دزدکی یا به صورت لباس مبدل مردانه وارد ورزشگاه ها بشن و گاهی اوقات هم میبینید مثل همین ماجرایی که برای سحر پیش اومد به خاطر زندان و مجازاتی که در انتظارش بود و برای اعتراضی که میخواست نشون بده مجبور میشه که خودسوزی کنه تا این صدا رو، صدای نابرابری و مظلومیت زن رو در ایران به گوش جهانیان برسونه. و یه نکته که اینجا هست، از اینجا موضوع اسفبار میشه که میبینید پدر این سحر خدایاری که خودش بازنشسته سپاه پاسدارانه حاضر نیست بیاد صدای مظلومیت دخترش رو به گوش کسی برسونه و برای اینکه حکومت رو تبرئه بکنه حاضره که به دخترش برچسب دیوانگی یا مشکلات روحی و روانی و شخصیت دو قطبی و امثال اون بزنه، برای اینکه یا میترسه و تهدید میشه یا اینکه واقعا خودش درگیر همین اسلام عقب مانده و متحجر هست و ناگزیر میاد و در اون راستای عقیدتی خودش حقوق دختر خودش رو به این راحتی نادیده میگیره و حتی جنازه این دختر رو شبانه و بدون اینکه کسی بفهمه یا حاضر باشه در قم به خاک سپردن که سر و صدای موضوع رو بخوابونن. حالا من از خانم دکتر بقایی میخوام که شما هم به یک سری از این تبعیض‌هایی که به نظرتون وجود داره، حالا میخواید بگید در جامعه ایران یا حتی در جوامع دیگری که ممکنه کشور ایران نباشه ولی به هر حال جوامع اسلامی ممکنه باشن که هستن هم اکثر اینها، خواهش میکنم شما هم یه مقداری در این باره نظرتون رو بگید. خب آرتمیس جان، من چیزی که به ذهنم میرسه در درجه اول به خاطر اینکه این روزها و هر جا که سر میزنیم در گروه‌های تلگرامی، در فیسبوک، در نشست‌های خودمونی، هر جا که میرسیم بیشتر اوقات مردمی که از وضعیت ایران شاکی هستن بیشتر تقصیرها رو، تقصیر تحریم‌ها، تقصیر وضعیت بده اقتصادی اخیر میدازن. یکی از چیزهایی که جالبه که ما از همینجا به این گروه از دوستان بگیم اینه که آیا چنین فاجعه هایی که داره تکرار میشه، ما چند سال پیش ندا آقا سلطان داشتیم، برای مدت های درازی سمبل آزادی خواهی زنان ما ندا آقا سلطان بود، آیا اینها تقصیر وضعیت بد اقتصادی، تقصیر تحریم ها، تقصیر نیروهای بیگانه است یا اینکه چیز دیگه ای هستش که ما پیشتر از این به خاطر اینکه مربوط به شخص ما نمیشد یا لااقل مستقیم مربوط به ما نمیشد ما نسبت به اونها بی‌تفاوت بودیم؟ آیا باید حتما منتظر بشیم تا وقایعی از این دست تکرار بشه تا ما هم به خودمون بیان و فکر بکنیم که حتما جامعه کمی آسیب‌های درونی هم داره، کمی مشکلات درونی هم داره که باید درمان بشه؟ ما مدت هاست که زنان زیادی رو در این جامعه داریم که دارن خودشون رو می‌سوزونن، نه به شکل فیزیکی یا جسمی ولی دارن می‌سوزن. کسانی که دچار اعتیاد میشن
کسانی که مجبور میشن از روی فقر دست به فحشا بزنن، زنان که ما خیلی زیاد دیدیم که چطور تنفروشی میکنن، یا چطور زنان کاری رو که حقوق شایسته خودشون به دست نمیارن، آیا زمانی که یک نفر میاد به حالا به اسم موجوده بود، حتی من اسمشونم به خاطر ندارم و زحمت نمیکشم که اسمشونم به خاطر بسپرم، میان و اعلام میکنن که برای استخدام در محلهای کار اولویت رو روی مردها بگذاریم، آیا چنین چیزهایی به خاطر اینکه به یک طبقه خاص که شاید وضعیت مالی نسبتا خوبی داشتن، شاید از یه ثباتی در جامعه برخوردار بودن، مستقیما برخورد نداشت، آیا این چیزها مربوط به اونها نمیشه؟ آیا باید بگذاریم تا روزی دور از جونشون حالا شخص خودشون، خانواده خودشون دچار اینجور مصیبت‌ها بشن، دچار اینجور آسیب‌ها بشن در جامعه تا یک جایی صداشون در بیاد؟ ما آردنیش را نمیدونم مربوط به شهرهای خاصیه یا کلی هستش، با این اصطلاحی که میگن فلانی آب یک جایی رو خورده و اینجوری شده آشنا هستید احتمالا. وقتی که ما چنین چیزی رو میگیم، در واقع داریم به یک پیشینه تاریخیمون اشاره میکنیم که من قبلا در برنامه قبلی براش توضیح دادم و اون واژه گوش خوردنه. وقتی که ما میگیم روان جمعی، یعنی اینکه ما با اندیشه هامون، با اون چیزی که تولید میکنیم، حتی اگر به زبان دیگری باشه، وقتی که ما داریم اون رو تکرار میکنیم در مسجد هامون، در کلاس های دینیمون، ما داریم اون رو پخش میکنیم، این اندیشه رو میدیم. وقتی که میان و برای نمونه آیاتی رو در مسجد هامون مکررا تکرار میکنیم در مورد اینکه مردها، صرف نظر از اینکه زن اونها حق داره یا حق درست رو میزنه یا نه، حق دارن تا اونها رو در واقع با حرف و بعد با نخوابیدن در کنار اونها و در نهایت با زدن اونها رو ادب کنند. یک چنین چیزهایی رو ما داریم تبلیغ میکنیم در جامعه ما. ما داریم در جامعه خودمون میگیم وقتی که یک زن میخواد با یک مرد ازدواج بکنه، باید مثل یک جنس با اون برخورد بشه. و این وقتی هم که میگیم خب این یک چیزی که مربوط به سنت ایران نمیشه، جواب اینه که در عوض ضمانتی برای زنه. خب اینها چیزهایی هستش که چرا این ترس، ما داریم با این ترس بزرگ میشیم، زنان ما تماما دارن با این ترس ها بزرگ میشن. ما حق طلاق، حق داشتن فرزند، حتی وقتی که یک زن مثلا تصادف کنه و فوت کنه، در جامعه ما حقوق کمتر نسبت به یک مرد داره. ما چه بخوایم و چه نخوایم، چه باور داشته باشیم و چه نداشته باشیم، در چنین جامعه ای زنها همه دارن میسوزن. مهم نیستش که من مستقیم دارم آسیب میبینم یا نه، بچه من نمیتونه در یک جامعه شاد بزرگ بشه. چرا؟ چون دخترها نمیتونن در کوچه بازی بکنن، چون که دخترها باید لباسهای پوشیده بپوشن و نمیتونن از اون زیبایی های خودشون لذت ببرن. به ما تبلیغ میشه رو در، دیوار، خیابون و نوشته میشه که نمیدونم حجاب زن زیباییشه. ما چنین چیزهایی رو داریم میبینیم و جلوی شادمون گرفته میشه، رنگهای شاد، لاک شاد، زیبایی یا هر چیز دیگه ممنوع شده برای زنها. حالا بگذاریم از اینکه خیلی از زنها راههایی رو پیدا میکنن که فکر میکنن درمان هستش برای این مرض مصری و در واقع از بد به تولدی، ولی اینها درمان نیستش. درمان وقتی که من بتونم بدون اینکه بخوام یک مبارزه طلبی بکنم با اون چیزی که دوست دارم به خیابون بیام، اون کاری که دوست دارم انجام بدم. وقتی که ما با فرهنگی بزرگ داشتیم، فرهنگی رو داشتیم که در اون زن و مرد برابر بودن، اسطوره های ما اسطوره پیدایش انسان در باورهای ما اسطوره‌ای بود که زن و مرد برابر آفریده شدن. ما
دستوراتی که به زن میده زن رو بالا میبره، زن رو میسته. این چیزی که من اصلا تا به حال ندیدم، حالا شاید من نخوندم ولی به گوشم نرسیده، در حالی که در کتاب آسمانی اسلام حتی زن مورد خطاب قرار میگیره توسط خدا. یعنی وقتی که الله میخواد با یک زن صحبت کنه به مردان میگه که به زنانشون بگن. وقتی به این شکل دور زده میشیم در چنین جامعه، در چنین طرز فکری، همه زنان این جامعه دارن میسوزن. یا بازم نظر خودتون آرت میشن. درسته، کاملا نظر درسته. از قوانینی که ما در ایران میبینیم، یعنی قوانین اسلامی که در همه کشورهای اسلامی شما اینها رو میبینید، همه ما میدونیم که دیه زن نیمی از دیه مرده، حق طلاق با مرده، حق حضانت فرزند با مرده، برای انتخاب حتی مرد میره زن رو انتخاب میکنه در اسلام، و برای خریدش در واقع اون کابینی که قرار میده در واقع، یا همون مهریه‌ای که اسمشو گذاشتن کابینی که عرب بهش باور دارن، هزینه است یا پولی است که میدن به ازای خرید دختر کسی، و دقیقا همون حالت کالا و بی ارزش بودن و اصلا موجود زنده نبودن رو زن داره. میدونین که شهادتش نصف مرده، هر دو زن شهادتشون با یک مرد برابره، و تبعیض‌های این گونه که در سراسر قوانین اسلامی کاملا وجود داره، و همون جوری که شما دکتر بقای اشاره کردید در بازار کار تبعیض بسیار زیادی وجود داره. نخستین کسانی که در ایران باید استخدام شن مردان متأهل، سپس مردان مجرد، سپس اگر چیزی بمونه سهمیه زنان متأهل، و دست آخر زنان مجرد. یعنی عملا برای یک زن مستقل مجرد در ایران هیچ بازار کار استخدامی وجود نداره، برای که تا به خانونهای دیگر اگه بخوان در کشوری که اصلا کاری وجود نداره بر اقتصاد ورشکسته است، تا بخوان مردان متأهل و مردان مجرد و زنهای متأهل رو استخدام بکنن، دیگه ظرفیت تکمیل شده و هرگز به زنان مستقل تحصیل کرده، این همه دختر تحصیل کرده که از دانشگاه ها داره میاد بیرون، اصلا سهمیه‌ای در استخدام نمیرسه، و در نتیجه عملا ما تقریبا نیمی از ظرفیت کشورمون نیروی کار، نیروی جوان، نیروی تحصیل کرده کشورمون بیفایده و عاطل و باطل رها میشن در جامعه. این در حالی است که برای هر یک از اینها میلیون ها میلیون خرج میشه که یک جوان رشید تحصیل کرده، یک زن نیرومند توانمند تحصیل کرده بیاد وارد بازار کار جهانی بشه، و این چنین سرمایه شگفت‌انگیزی رو ما حاضریم به راحتی از دست بدیم. برای چی؟ برای اینکه قوانین اسلامی است، اسلام نفسش بر مبنای تبعیضه. جالبه که کشوری داره این حالت رو درش میبینیم که در از دوران زرتشت و حتی پیش از زرتشت نگاه کاملا برابر انسانی به همگان داشته. ما نگاهمون هرگز به زن و به مرد دو مقوله مجزا نبوده. برای همینم شما در حتی ادبیات ما وقتی ما میگیم او هم میتونه زن باشه هم مرد، ما شیوهی نداریم، هیز و هرز نداریم، یعنی مالکیت زن با مرد مشخص باشه، زمایرش یا خطاب قرار گرفتن زن و مرد مشخص باشه، ما چنین چیزی نداریم. این نشون دهنده این نیست که ما یک فرهنگی داشتیم کاملا به انسانها نگاه یکسان داشته، فرقی نمیکرده زنن یا مردن، و این نگاه رو ما داریم میبینیم در دوران هخامنشی تونستیم به جهانیان صادر کنیم، در دورانی که هیچ کس در دنیا آشنایی نداشت با مفهوم حقوق برابر، آزادی سخن، آزادی مذهب، آزادی زندگی، آزادی مکانی که بخوان در اون زیست کنن و هر سیستم زندگی میخوان برای خودشون داشته باشن رو هیچ جای دنیا این رو نتونسته بودن به صورت یک منشور یا اصول قانونی در بیارن، ولی ایرانیان اینو تونستن به جهانیان عملا نشون بدن، نه تنها نوشتن و به جهانیان عرضه کردن، بلکه عملا در سبک زندگیشون، رفتارشون، مدارایی که داشتن با کشورهای دیگه، رواداری که نشون میدادن به ادیان و آیین‌ها و ملت‌های دیگه، به زنها و کودکان جاهای دیگه، هنگامی که وارد یک کشوری میشدن، جنگی بود یا هر چی بود، شما اون رواداری که میبینید که ایرانیان هرگز جایی رو چپاول نکردن، جایی رو آتش نزدن، زنان و دختران رو
بچه‌های اون کشور رو ندزدیدن، نفروختن به کنیزی و بردگی و نمیدونم اسیری و اون برنامه‌ها نگرفتن، می‌بینیم که چه نگاه مترقی و پیشرفته این ملت چند هزار ساله به مقوله انسان، انسانیت و زن و مرد یکسان نگاه کردن در تاریخ خودش داشته. و یکی از خانم دکتر بقایی، یکی از چیزهای بسیار بسیار تکان دهنده که شما در قوانین اسلامی می‌بینید که یکی از نشانه‌های بارز تبعیض بین زن و مرد اینه که دختر طبق قانون اسلامی 8 سال و 9 ماه که میشه 9 سال شمسی قمری، 8 سال و 9 ماه شمسی که میشه 9 سال قمری، ادالت یا بزرگسال تلقی میشه و دختر 9 ساله اسلامی معادل یک فرد بزرگسال 25 ساله اگر جرم و جنایتی انجام بده مجازات میشه. همین حالت در قانون اسلامی برای پسر 15 سال در نظر گرفته شده. یعنی شما فکر کنید دختر 8 ساله رو میتونن اعدام کنن در حالی که همون جرم و جنایت اگه پسر 12 ساله حتی انجام بده کاریش ندارن. یکی دومی که حتی موقعی که میخوان سنگسار بکنن، شما ببینید یعنی در نفس تک تک قوانین که اندازه تبعیض و نابرابری و ستم بزن میبینید، یعنی ستم چند برابر. حالا ما قبول نداریم که باید پسر 15 سالم یه ادالت یا یه آدم بزرگ ساز سنجیده بشه، ولی حتی همین نصف نیمه قانونی که یک نوجوان رو مقصر میدونه برای زن که میشه تبدیل به یک کودک میشه. یعنی اصلا ببینید چه ستم زیادی است. بعد در مورد سنگسار شما میبینید که مردم رو که در اسلام میخوان سنگسار کنن، حالا کار نداریم مثلا نفس کل فلسفه سنگسار چقدر بیرحمی و بربریت مطلق میتونه قلمداد بشه، به خصوص حالا در جهان امروز، حتی در جهان 1400 سال پیش خود ایران هم چنین چیزی هرگز وجود نداشت، چه برسه دیگه مثلا 2000 سال و 3000 سال و 5000 سال پیش ما هرگز چنین کار نمی کردیم، چنین کار بیرحمانه نمی کردیم. ولی میخوام بگم در خود سنگسار اسلامی زن رو که میخوان سنگسار کنن تا گردن در خاک میکنن، که سنگ که میزنن این زن هیچ راه فراری نداشته باشه و کشته بشه حتما، در حالی که مرد رو تا کمر در خاک میکنن، که مرد میگن که اگر کسی بتونه خودش از سنگسار نجات بده مثل بقیه انواع اعدام اگر کسی نمیره میتونه آزاد بشه و دیگه مجازاتش نمیکنه. یعنی حتی در مورد سنگسار هم بین زن و مرد یه همچین تفاوت بزرگی هست که مردان رو بهشون امکان و شانس فرار میدن تا کمرشون رو میکنن توی خاک که اگه طرف میتونه خودشو در بیاره فرار کنه، ولی زن باید تا گردن در اون خاک بمونه که حتما بمیره، مطمئن بشن که این زن رو کشتن. نمونه دیگه از تبعیض وحشتناکی که وجود داره در خود قوانین اسلامی، مرد صاحب مال و جان و ناموس زن و فرزندانه. یعنی اگر که پدری فرزندشو بکشه به هیچ کس پاسخگو نیست، ولی زن اگر فرزندشو بکشه حتما میندازنش زندان، حتما دیه میده، اگه اعدامم نکنن دیگه خیلی شانس آورده، اگه پدر تازه ببخشه و اگه مثلا به اصطلاح پدر بچه وجود داشته باشه و اون ببخشه ممکنه اعدام نکنن، یا اگه پدر نباشه پدر بزرگ ببخشه، ولی اگر که نبخشه که باید حتما زن اعدام بشه. ولی مرد همچین حالتی نیست. از سوی دیگه اگه یک مرد همسر خودشو با مرد دیگه در بستر بتونه ببینه یا ببینه، همونجا کاملا شرعی و قانونه، طبق قانون اسلام شرعی و قانونی است که همونجا زنشو بکشه. حتی زنشو میتونه 100 تکه بکنه طبق قانون اسلام، حتی میتونه ریز ریزش هم بکنه. اما چنین حالتی برای زن وجود نداره، در حالی که ما برعکس این موضوع رو بسیار زیاد میبینیم. مردان چند زنه، مردان چند سیغه، مردانی که دوست دخترهای متعدد حتی دارن، در زن و سیغهشون هم که تازه نیست، و زن هر وقت همچین اتفاق بیفته دستش که به هیچ جا بند نیست. شما اگه برید تو دادگاه دادسرام بدوی دنبال حقوقه، بعد میگم میگه خانم برو بگی بشین زندگی تو بکن، نونت نیست، آبت نیست. یعنی عملا زن در حد یک بز مثلا، یک حیوان چارپا که آب و نونش که برسه دیگه قضیه تمامه، و هر گونه رفتاری که باهاش میشه باید بشینه و سرش پایین باشه و توفری بخوره و تحمل بکنه تلقی میشه. بنابراین میبینیم که ما واقعا اریکا جان در حتی خود قوانین اسلامی، حتی در مجازات ها هم برای زن مجازات هاش وخیمتر و شدیدتره و بیرحمانه تره تا آنچه که نسبت به مرد براش اسلام گذاشته. حالا دیگه در حق و حقوق بهترش
مثل ثروت و کار و شغل و ورزش و تحصیل و اینا که دیگه خیلی اوضاع میبینین خرابه که حتی زن پاش هم از در خونه بدون اجازه شوهرش میتونه بیرون نذاره و حتی اگه مرد اجازه نده زن اجازه نداره بره مادر و پدر خودش رو ببینه. میبینین که خیلی خیلی وضع از این حرفا خرابتره در قوانین اسلامی. آردم شان دقیقا چیزی که هستش اینه که قوانین اسلام حالا در مورد اینکه آسمانی هست یا نیستش یا هر چیز دیگه بحث رو میزنیم به کنار یا مربوط به یک برنامه دیگهش میکنیم، ولی مربوط به یک جامعه بوده که در اون زنها هیچ حقی نداشتن، یعنی فرزند دختر حتی زنده به گوری شدن. در چنین جامعه ای میاد و قوانین اسلام رو میاره تا در اون دست کم اندکی حقوق برای زنده بودن یک زن به زن داده بشه. ولی در همون دوران وقتی که ما نگاه میکنیم به کشور مثل ایران، کشور ایران سکه هایی رو ضرب میکرده که در اونها نام زنان به عنوان پادشاه نوشته میشده. ما در کشوری زندگی میکردیم که از دوران هخامنشیان ما زنانمون میتونستن یک تاجر بزرگ باشن، حتی در زمان جنگ به کتیبه ها میتونستن کشتی ها و لشکرهایی رو به ارتش قرض بدن، یعنی حتی در این حد توانایی داشتن. ما در هنر حتی میتونستن صاحب کارهایی باشن که درآمد بیشتری از مردان به دست میارن. یعنی در چند جامعه وقتی که ما میان و قوانین اسلام رو پیاده میکنیم، یعنی ما داریم چقدر اون سطح رو پایین تر میاریم. خب خیلی ها میگن که باید اون رو تعدیل بکنیم، بسیار تعدیل میکنیم، ولی آیا اون چیزی که امروز داره در جامعه ایران پیاده میشه؟ درسته، این را هم در نظر میگیریم که خیلی از اینها به نام اسلام هستش، یعنی خیلی از اینها مثل همین حضور نداشتن در استادیوم به خاطر این هستش به نام اسلام هست، ولی این هم در نظر بگیریم که دلایل دیگری هم داره، مثل اینکه باعث ایجاد هیجان و ممکنه باعث شور زیاد و گرد همایی و شورش های کوچک کوچکی بشه و یکی از دلیل ها این هستش. ولی آیا حتی اگر ما بگیم که ما داریم تعدیل میکنیم قوانین اسلامی رو، ما باید ببینیم که آیا با وضعیت زنان امروز ایران با اون توانایی ها شایستگی هایی که زمان ما دارن، آیا اون چیزی که امروز داره در جامعه ما پیاده میشه حق اونها هست یا نه؟ خیلی دردناک میتونم بگم جالب. من حتی در کشورهای همسایه، فارسی زبانهای همسایه هم که تاجیکستان تقریبا میشه گفت یک جامعه سکولار شده، جامعه هستش که اگرچه مذهب داره در زیر زمین رشد خودش رو میکنه، ولی دست کم در سطح دولتی داره با اون مخالفت میشه. ولی ما خیلی اوقات نمونه هایی رو میبینیم از اینکه یک مرد خودش اجازه میده که جلوی چشم فرزندانش همسرش رو بکشه. در افغانستان خیلی وضعیت بدتر هستش و خیلی اوقات حتی مردها شرم دارن از اینکه بگن ما یه دختر داریم، یعنی این دختر رو خیلی اوقات با لباس مردونه بیرون میارن و زنها هیچ حقی رو هم ندارن. ولی جالبه که در همین افغانستان به حمایت از دختر آبی وقتی که زنان به استادیوم کابل رفتن با تابلوها و کاغذهای رفتن که نام دختر آبی در اون نوشته شده بود به حمایت از زنان ایران، و این خوب همبستگی زنان رو نشون میده. یعنی ما در جامعه های اطرافمون هم کلن داریم این در واقع زایه شدن حق رو میبینیم. حالا بگذاریم از جامعه های مثل پاکستان، خیلی حقوق بدتر داره زایه میشه، چند همسری خیلی شیوع زیادی داره و حتی پذیرفته شده در جامعه است و قوانین اسلام خیلی سختگیرانه تر اجرا میشه. در عراق همینطور نمونه های زیادن، ولی اون چیزی که
در ایران حالا به نام سیاست دانان اسلام و با هر نام دیگه‌ای داره پیاده میشه، چیزیست که مردم ایران دست کم خودشون به ویژه زنان ایران باید یک جایی یه حرکتی بکنن. مثلا شما معمولا عادت داریم که به حرکت‌های بزرگ فکر کنیم، به اینکه میخوان انقلاب کنیم، میخوان یک جنبش را بندازیم یا هر چیز دیگه. ولی اگر ما از خودمون کمی پایین‌تر نگاه بکنیم و از خودمون شروع بکنیم، خیلی کارها راحت‌تر میشه. مثلا ما سعی کنیم به جای اینکه بخوایم همه مردم به همدیگه اعتماد داشته باشن، خودمون شروع کنیم به همسایه‌مون اعتماد کنیم، به خریدارمون اعتماد کنیم یا هر چیز دیگه ای. و حرکت‌های مثل اینکه احترام بذاریم به خودمون، به عنوان یک زن رو از خودمون شروع بکنیم. اعتراض‌های مثل حتما نیاز نیستش که برن تو خیابون، ولی حرکت‌های مثل همین مخالفت با مهدیه، مخالفت با یا ترد کارهایی که میتونه حقوق زنها رو در جامعه نادیده بگیره. اگر صاحب کار هستن، با در نظر گرفتن حق برابر برای زن و مرد در محل کارشون یا چیزهایی از این دست، به نظر من میتونیم شروع بکنیم به یک حرکت هایی که دست کم از خودمون شروع میشه و مسئولیتش گردن دیگری نیستش. سعی کنیم نگاه رو به زن باز کنیم. اگر مردی هستش، همسری هستش، برادری هستش، سعی کنی که نگاه خودش رو که نگاهی که شاید ناخواسته نسبت به خواهرش، مادرش، زنش داره کمی عوض کنه. بذاریم زنها حق حرف زدن داشته باشن، حق اعتراض داشته باشن، حق اینکه نظرشون شنیده بشه، حرفشون شنیده بشه و دیده بشن در جامعه ما رو به اونها ببین. به نظر من تنها راهی که میشه اون خون از دست رفته، اون زندگی برباد رفته سحر رو جبران کرد، این هستش که ما دست کم از خودمون شروع بکنیم و اقدامات کوچکی رو از دست انجام بدیم. یکی از نکاتی که خیلی مهمه خانم دکتر بقایی اینه که افراد در جامعه ایران بسیار بسیار بی‌تفاوتن. من بارها و بارها فیلمایی که از ایران روی شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره میبینم، وقتی که کمیته مثلا اومده دو تا خانومو داره میگیره، کتکشون میزنن یا بهشون فوش میدن یا با یه لحن خیلی توهین‌آمیز، تحقیرآمیز اینا رو سوار ماشین میخوام بکنن ببرن یا هر چی. این چنین برخوردها من هرگز ندیدم در هیچ کدوم از این فیلم‌ها که مردا بریزن اون دور و دفاع کنن از اون زنا و شروع کنن درگیر بشن و شروع کنن حداقل حرف بزنن و حمایت کنن و اون زنا فراری بدن یه جوری از دست اینا، یعنی نشون بدن که ما یک جامعه متحد و منسجم هستیم و ما مردانی هستیم که زنان کشورمون برامون مهمه. متاسفانه شما فقط ببینید که همه موبایلاشون دستشونه دارن فیلم برداری میکنن، از هر صحنه‌ای که شما فکر کنید، از کشتن سگ و گربه ها در خیابان بگیرید که دارن بهشون شلیک میکنن یا با سم میکشنشون، مردم فقط فیلم میگیرن، هیچ اقدام مناسبی انجام نمیدن، جلوگیری نمیکنن، اعتراضی نمیبینی، تا افرادی رو که میبینی در کوچه میگیرن، افرادی رو که میبینین شلاق میزنن، افرادی رو که میبینین اعدام میکنن، میرن با مثلا نگاه میکنن تخمه میشکنن برای اعدام هممیهنانشون. متاسفانه یک جامعه بسیار بسیار بی‌تفاوت و بی‌همیتی پیدا کردیم که افراد فقط نگران کلاه سر خودشونن و تا کلاه خودشونو باد نبره متوجه نمیشن و فقط دستشون دو دستی روی کلاه خودشونه که برای خودشون اتفاقی نیفته، در حالی که نمیدونن که شما در جامعه‌ای که پاتو میذاری بیرون، زنان و دختران اون جامعه امنیت ندارن، حیوانات اون جامعه امنیت ندارن، محیط زیست اون جامعه امنیتی نداره و همه چیز در حال نابودیه و تخریبه و همه چیز رو دارن ویران میکنن و آزار میدن و اذیت میکنن و شکنجه میکنن، هیچ انسانی نمیتونه در اون جامعه خوشحال و خوشبخت زندگی کنه، ولو که خود اون فرد رو مستقیماً مورد این حملات یا شکنجه یا آسیب یا آزار قرار ندن. از این رویه که شما میبینید در یک جامعه ای به شدت خشمگین، به شدت عصبانی زندگی میکنیم. برای چی؟ برای که این خشمهای فروخورده زنان
جمع میشه رو هم، زن خشمگین، زن عصبانی، زنی که نمیتونه کار کنه، زنی که حقوقش رو نمیدن بهش، زنی که صداش به جایی نمیرسه، زنی که آزادی نداره، زندگی نمیتونه بکنه، با تمام قابلیت‌هایی که داره تو سری میخوره، عقب نگه داشته میشه، تعمدن بهش توهین میشه، تحقیر میشه و همه اتفاقات میبینیم براش میذارن، گذاشته میشه و جلوش صدهای بی‌نهایتی میذارن که هر چی رو رد بکنه باز به یه صد یا صدها یا درهای بسته دیگه میخوره. برای همین شما میبینید که این زنها هیچ زندگی مهربانانه ای هم ندارن در زندگی خانوادگیشون. برای همین شما اینقدر آمار طلاق ها رو خیلی زیاد میبینید. برای همین اینقدر میبینید که ما مادرانی مثل مادران گذشته در ایران دیگه به اون صورت نداریم. افراد دلسوز هم نیستن، همسران دلبسته و دلداده یکدیگر نیستن، براشون آرامش و آسایش هم دیگه مهم نیست، برای که هر کدوم ممکنه پر از خشم هایی باشن که در اثر این نابرابری ها و ستم ها در جامعه ایجاد شده و چون اینا نمیان، نمیفهمن و نمیتونن و نمیکنن اعتراض های دست جمعی، شورش های دست جمعی شلوغ کنن و حقشون رو به صورت گروهی بخوان، در نتیجه اینا رو فقط فرافکنی میکنن روی بچهشون، روی همسرشون، روی شوهرشون، روی زنشون، روی همسایهشون و زورشون که به هیچ کس نمیرسه روی حیوانا، روی درخت ها، روی محیط زیست. میرن چوب ور میدارن، درخت ها رو میشکنن، گلا رو میشکنن، حیوانات رو میزنن، حیوانات رو آزار میدن. اینا نشون دهنده یک جامعه سراسر بیماری، فشارهای روحی، خشمهای فروخورده، ترسهای فروخورده بسیار، تبعیضها و ستمهای بسیاری که در جامعه هست، اختلاف طبقاتی وحشتناک و همه چیزهایی که از یک جامعه سالم، یک جامعه کاملا بیمار، کاملا ورشکسته، کاملا درب و داغون ساخته. و کشوری که برای همینه که ما میگیم کشوری که قوانینش اینقدر زن ستیز، انسان ستیز، حیوان ستیز و کلن با همه موجودات زنده به نوعی در ستیزه، با کشورهای دیگه در کانفلیکت و درگیریست مرتب و هیچ نوع حقوق بشری رو نمیتونه رعایت کنه، نه از نظر داخلی و نه حتی خارجی میتونه برای کشورهای دیگه هیچ حقوقی قائل باشه، نخواهد توانست در هیچ نوع معاهده بین المللی شرکت بکنه و این کشور در نهایت همون جوری که داریم میبینیم یک کشور ورشکسته سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هم هست. یعنی شما میبینید که در هیچ زمینه این حکومت نمیتونه به جهان یه تعهد درست حسابی بده، نه در زمینهای سیاسی هیچ وقت همکاری میکنه، نه در زمینهای ورزشی، با اینکه فیفا بارها و بارها فشار آورده به ایران برای ورود زنان به استادیوم ها، با اینکه شما می‌بینید که از نظر تجاری، از نظر کاری، از نظر حقوقی که باید شما در یک جهان متمدن با کشورهای دیگه داشته باشید، هیچ کدوم این کشور به خاطر این سیستمش و به خاطر این قوانینش اصلا نمیتونه انجام بده. و به همین رویه که تا این چرخه معیوب اصلاح نشه، تا این سیستم درست نشه، تا این مذهبی که تمام تار و پود جامعه رو تو خودش، تو چنگال خودش نگه داشته، رو نفس کشیدن مردمم دارن نظارت میکنن، رو تو خونه و زندگی شما، فضولی زندگی شما رو میکنن، تو بیرون، توی محیط کار، تو هر چیزی که شما میخواید انجام بدی، این مذهبه یه جوری میفته وسط و شما رو باز میداره و نمیذاره شما یه آدم نرمال و طبیعی باشید و زندگی عادیتون رو بکنید. همین رویه که ما میگیم که برای که ما بتونیم از یک نمونهی مثل این دختر آبی و تمام زنان و دخترانی که در ایران تو این سالها از بین رفتن، به قول شما همون ندا آقا سلطان و بسیاری زنان و دختران دیگه در زندانها هستن، کشته شدن، شکنجه شدن، آسیب دیدن، فرار کردن و صدمات بی نهایتی خوردن از اینشون، برای که ما بتونیم جلوی اینها رو بگیریم نیاز داریم که یک کشور داشته باشیم در درجه اول آزاد، در درجه دوم ملی، یک حکومتی باشه که ملی باشه، برای این مردم باشه، از این مردم باشه و به این مملکت فکر بکنه، به ایران فکر بکنه، نه به جهان اسلام، نه به گروه های تروریستی جاهای دیگه، نه به اینکه پول نفت ما به جای که خرج کودکان سیستان و بلوچستان بشه، زنان و دختران ایران بالنده بشن، جوانان این کشور بیان رشد بکنن، در عرصه جهانی قرار بگیرن، باید خرج هزار کار بیهوده در تمام نقاط بیهوده دنیا بشه و در نهایت هم به مقدار بسیار زیادی از ثروت این مملکت چپاول و دزدی بشه. خیلی ازت سپاسگزارم ملیکا جان از اینکه در این جستار بسیار بسیار مهم
جستاری که ما هر روز داریم لمسش میکنیم و یک نمونه بزرگش در چشم همه قرار گرفت که دیده شد به سحر خدایاری روانشاد. امیدوار هستم که بحث های این چنین رو بتونیم با هم در مقوله های چنین جدی ادامه بدیم و بیشتر با هممیهنانمون در این موارد آگاهی رسانی کنیم. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو داشتیم تا چنین گفتگویی رو داشته باشیم. خیلی خوشحالم و امیدوارم که عزیزان ما در زنان چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران و به ویژه در داخل ایران کمی جمع‌گرا‌تر باشن و کمی بتونن به حق و حقوق و اون چه شایستش هستن دست پیدا بکنن. سپاسگزارم و تا برنامه آینده همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.